اعتراضات مردمی در سراسر دنیا امری طبیعی و شناخته شده. در منشور حقوق بشر سازمان ملل، در هر جامعه یا کشوری ممکن است عده‌ای اقلیت یا اکثریت نسبت به یک موضوع، قانون و یا شرایط جامعه اعتراض یا مطالبه‌ای داشته باشد. گاه این اعتراضات با خشونت و تخریب همراه است و گاه مسالمت‌آمیز. اما همواره نحوی برخورد حاکمیت با این اعتراضات است که نظرها را به خود جلب می‌کند. معمولاً در کشورهایی با حکومت دیکتاتوری اعتراضات مردم به شدت سرکوب می‌شود و در حکومت‌های آزاد تا زمانی که اعتراضات به تخریب اموال عمومی و خشونت کشیده نشد با مماشات پلیس همراه است. با آنکه اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح تأکید کرده است، اما در عمل و با نگاهی به تاریخچه اعتراضات در ایران این اصل در بیشتر مواقع نادیده گرفته شده است. بانوان، نخستین معترضان پس از انقلاب. نخستین اعتراض مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی اعتراض بانوان به حجاب اجباری بود که 25 روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند سال 57 و همزمان با روز جهانی زن رخ داد. این اعتراض در پی چاپ سخنرانی آیت الله روح الله خمینی به عنوان تیتر اول در روزنامه اطلاعات مورخ 16 اسفند 57 آغاز شد. در این مطلب با عنوان نظر امام درباره حجاب آمده بود: الان وزارتخانه‌ها آنطوری که برای من نقل می‌کنند باز همان صورت طاغوت را دارد. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنان لخ بیایند، زنها بروند اما با حجاب باشند. چاپ این مطلب با راهپیمایی‌های پراکنده‌ای در موافقت و مخالفت حجاب همراه شد. صبح روز بعد یعنی 17 اسفند ما کارمندان زن بدون حجاب اجازه ورود به محل کار خود را نیافتند. همزمان در دانشگاه تهران تجمعی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد و این تظاهرات به بیرون دانشگاه کشیده شد. اما در میانه راه با خشونت اعضای کمیته انقلاب اسلامی مواجه شد. مردانی که فریاد می‌زدند یا روسری یا توسری به صف معترضان به حجاب اجباری یورش بردند. حتی برای متفرق کردن معترضان به شلیک تیر هوایی نیز متوسل شدند. روز جمعه 18 اسفند این خشونت‌ها به افراد ضد انقلابی نسبت داده شد و اعلام شد که مزاحمان بانوان به شدت مجازات خواهند شد. اما در روزهای بعد نیز این وضعیت ادامه یافت. روز شنبه بانوان دادگستری و رادیو تلویزیون ملی شما کردند که باز با خشونت و تیر هوایی همراه شد. آن روز تیتر روزنامه اطلاعات به مصاحبه سید محمود طالقانی با عنوان در مورد حجاب اجباری در کار نیست مربوط بود. این اعتراضات به حجاب اجباری در سایر شهرهای ایران نیز ادامه داشت، اما به مرور و به خصوص پس از درگذشت طالقانی حجاب برای بانوان اجباری شد. خرداد 1360. اعتراض خرداد سال 60 با طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت توسط مجلس شورای اسلامی آغاز و توسط سازمان مجاهدین خلق سازماندهی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که روز یکشنبه 17 خرداد برای جلوگیری از انتشار اعلامیه بنی صدر روزنامه‌های انقلاب اسلامی، میزان، آرمان ملت، مردم و جبهه ملی به تشخیص شورای عالی قضایی موقتاً تعطیل شد. معلوم شد تصمیم گرفته شده این اعلامیه از رادیو و تلویزیون هم پخش نشود. روز شنبه 30 خرداد از ساعت 4 بعد از ظهر که عدم صلاحیت بنی صدر اعلام شد، گروه‌های مجاهدین خلق، پیکار، رنجبران و اقلیت فدایی بر ایجاد آشوب به خیابان آمدند و با کمیته و سپاه درگیری نظامی پیدا کردند. جلال منتظمی از اعضای گروه مجاهدین در گفتگو با بی بی سی چنین گفت: تجمع در خیابان ولیعصر حد فاصله طالقانی و انقلاب بود که چندین بار توسط چماق به دستان مورد حمله واقع شد. فریبرز نعمتی دیگر عضو گروه های مجاهدین میگوید وارد خیابان طالقانی که شدیم مشخص بود رژیم از قبل برای مقابله آمادگی دارد. حمله به جمعیت ابتدا با تهاجم موتورسواران این چماقدار شروع شد، سپس چند مینیبوس و اتوبوس نیروهایی را آورد که همگی به سلاح سرد و گرم مسلح بودند. این درگیری ها در شهرهای مختلف ایران چون اصفهان، تبریز، اهواز، بندرعباس و بقیه شهرها به وقوع پیوست و اعلام شد که در تهران 50 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. درگیری 1360 به نقل از بسیاری از تحلیلگران اتفاقی بود که تضادهای سیاسی را وارد مرحله غیر قابل بازگشت کرد. دهه 70 و آغاز جنبش‌های مردمی.